در اینجا گفته شده که براندون 5 توته از کلوچه را میخورد، گبریلا 3 توته را میخورد. در صورتی که در کل 9 توته وجود داشته باشد، پس کدام حصه از کلوچه خورده شده است؟ پس اجازه بدهید که من رسم این را بکشم. خب، میخواهم که کلوچه را رسم کنم. خب، کلوچه را به شکل زرد رنگ رسم میکنم. میخواهم که آخرین کوچه خود را به خرج دهم. در آن صورت خواهیم دید که در رسم کردن کلوچه چقدر مهارت دارم. خب، من این را از بالا شروع میکنم و به شکل دایره پیش میروم و در این 9 توته وجود دارد. خب، فکر میکنم که این حدس منطقی بوده. میتواند که بگوییم این در کل به 9 توته مساویانه تقسیم شده است. پس نزد ما 9 توته مساوی از کلوچه وجود دارد. و من کوشش میکنم که تمام اینها را به 9 توته مساوی تقسیم نمایم. کدام حصه از کلوچه خورده شده است؟ خب بیایید که در ابتدا این را به 9 بخش تقسیم نماییم. یک راه که این کار را می توانیم انجام دهیم این است که در ابتدا این را به 3 بخش تقسیم نماییم تا به شکل نماد صلح به نظر برسد. راستش این بیشتر و مثل نشان شرکت به نظر می رسد. خب، در ابتدا من در این 3 بخش را رسم می کنم و بعداً هر کدام آنها را به 3 حصه دیگر تقسیم می کنم که در اخیر نزد من 9 حصه خواهد بود. بیایید که ببینیم من این شکل را رسم می کنم. و یاد داشته باشید من می خواهم که اینها را به حد امکان مساویانه تقسیم نمایم و اگر اینها در کل یکسان نبودند پس عفو نمایید. اما من کوشش می کنم. من در نهایت سعی و کوشش خود را می کنم. پس 9 توته مساویانه. خوب، این به یک شکل بسیار خوب به نظر می رسد. خوب، این همان کلوچه ماست که در حقیقت به 9 توته مساویانه تقسیم شده است. مساویانه تقسیم شده است. و ما گفته شده که در براندون 5 توته را خورده است. پس براندون ظاهرا این شخص بسیار گرسنه به نظر می رسد. پس او 1, 2, 3, 4, 5 توته این را خورده است. می توانیم بگوییم که او 5/9 حصه کلوچه را خورده، اما هدف این نیست. این چیزی نیست که آنها از ما خواستند. آنها از ما مجموع را پرسیدند، نه صرف مقداری را که براندون آن را خورده است. اما باید این را در کل معلوم کنیم که براندون و گبریلا چند حصه این را خوردند و به ما گفته شده که گبریلا 3 حصه این را خورده. به نظر می رسد که آنها از طرف شب غذا نخورده بودند. 1, 2, 3. بیایید که حالا به سوال آن جواب بدهیم. چند حصه از کلوچه خورده شده است؟ خب، ما این را می فهمیم که کلوچه در خود 9 توته مساویانه را داشت. چند حصه این خورده شده است؟ خب، قسمی که می بینیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. خب، 8/9 حصه از کلوچه خورده شده است. خب، بیایید که آن را نوشته کنیم و بعداً ما آن را دوباره در اینجا انجام می دهیم. می نویسیم 8 و ما در اینجا از نشان خط بر که در کمپیوتر ما موجود می باشد استفاده می کنیم. خب، 8/9 و یا 8/9 شده و یا هم 8/9 توته کلوچه خرد تقسیم شده است. بیایید که چند سوال دیگر از این کار کنیم. ایشان 2 توته پیزا را خورده است. عمر هم 3 توته آن را. در صورت که تمام توته ها 8 توته باشد، پس چند حصه از پیتزا باقی مانده است؟ خب، این یکی دلچسب کننده است. خب، اجازه بدهید که در این قسمت کپیش کنم تا که ما آن را با استفاده از کتابچه یادداشت خود در اینجا انجام داده بتوانیم. پس بیایید که این را در میخواهم که یک جای مناسب پیدا کنم. اینجا مناسب است. اجازه بدهید که در این قسمت بگذارمش. خب، این چیز ما داریم. خب، حالا این پیتزاست نه کلوچه. و حالا من این پیتزا را به رنگ مختلف رسم میکنم. این 8، خب میتوانیم که حدس بزنیم این 8 توته مساوی را در خود دارد. خب، در حقیقت رسم کردن 8 توته مساوی بسیار کار آسان است، چون عدد 8 یک عدد جفت است. پس بیایید که ببینیم. این آخرین توانایی ما در رسم کردن یک دایره میباشد. و بیایید که ببینیم در ابتدا من میخواهم که پیتزا را به 2 حصه مساوی تقسیم کنم و بعدا میتوانم که آن را به 4 حصه تقسیم نمایم. خب، من کوشش دارم که آنها را در کل مساویانه تقسیم نمایم و حالا من میخواهم که 2 توته دیگر هم رسم کنم. من باید قادر به تقسیم 8 حصه مساویانه باشم و یکی دیگر دقیقاً به مثل این یکی. پس این هم شد. یک پیتزا که 8 توته مساویانه را در خود دارد. خب، به ما گفته شده است که ایشان
دو توته پیتزا را خورده است. پس او یک و دو پیتزا را خورده است. عمر هم سه توته را خورده است. عمر سه توته را خورده است. پس او یک دو سه توته از پیتزا را خورده است. حالا شما شاید دفعتاً بگویید که اوه بسیار خوب. پس جواب این سوال باید یک دو سه چهار پنج باشد. خب آنها پنج توته از پیتزا را از هشت توته پیتزا خوردن. پس آنها 5 بر 8 حصه پیتزا را خوردن. شما این را درست حدس می‌زنید که آنها 5 بر 8 حصه پیتزا را خوردن. به خاطر اینکه ظاهراً آنها 1 2 3 4 5 حصه از بین 8 حصه را خوردن. اما این چیزی نیست که در سوال از ما خواسته شده باشد. آنها می‌پرسند که چند حصه از پیتزا باقی مانده است. پس بعد از اینکه ایشان و عمر پیتزاهای خود را خوردند، چند حصه از آن باقی مانده است؟ خب چیزی که باقی مانده 1 2 3 توته است. خب چیزی که باقی مانده است 3 توته از میان 8 توته مساوی است. و یا هم 3 بر 8 حصه از پیتزا باقی مانده است. پس بیایید که آن را نوشته کنیم. ما مستقیما در این قسمت نوشته می کنیم و می نویسیم که 3 از 8 و یا هم 3 بر 8 حصه از حصه آن باقی مانده است. خب بیایید که جواب من را ببینیم و بله ما جواب درست را به دست آوردیم.